تمام کتاب به ابن سیره منصوب است به فارسی و به عربی، همش دروغه. به خاطر جمع باشه، کارشناسی عرض میکنم کتاب ابن سیره چاپ نشده است، اصلا شاید نسخش مفقود شده باشه. تمام که می نویسن این برای پول، تعبیر خواب ابن سیره بحبه. فارسی و عربی اینا چی هست؟ اینا دیوونه درست کنن. آره، روغن بنفشه دیدی؟ نمیدونم پسر خالت حالت چگونگی پیدا میکنه. نمیدونم گل چی دیدی؟ بابا ولم کن، اینطور چه زندگی کرد؟ دندون بالات افتاد، نمیدونم قومخش پدری دندون پایینت، قومخش مادری حرفا چی؟ آقا مولای عالم حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید هر چه دیدید بگید خیر است و خیر واقع میشه. اگه داننده پیدا کردی خوابتو بگو، نکردی بگو خیر است، دیگه روش فکر نکن. چون پیغمبر اکرم آقای عالم علیه و آله السلام می فرماد خواب سه قسم است. پیغمبر اکرم اینو سه قسم کرده، حصر عقلی قسم چهارم هم نداره. می فرماد یکی مجدس از خدا، دومی قصه دادن است از شیطان، سومی چیزایی است که انسان در بیداری فکر میکند. یکی در بیداری فکر میکنه که از اون ماشینای خیلی مثلا مهمی رو داشته باشه، خواب میبینی که بله یه دون از اونا هست و داره میره، برای که زیاد فکر کرده بوده روش. بعضیاش مژده از خداست و تحذیر من شیطان، یه بخشم قصه دادن شیطان. شیطان برای که دشمن مؤمن است صوری می سازد که او قصه بخوره، یه صورتی می سازد که بچه از پله افتاد، یه صورتی می سازد که خدا نکرده فلان کس مرده. اینا را بلند شدین ببینید آقا، خواهر، برادر، اینا را تعبیر به عکس باید بکنید. هر چیزی که اذیت کننده است تعبیر به عکس میشه. فلان کس مرده، عمرش دراز میشه. این بچه از اونجا افتاد، هیچ وقت نمیفته. اینجوری بازیچه نیست که. یه شیادم پیدا میشه، مدعی تعبیر خواب میشه، سرش هم شلوغ میشه، بیو اونم دیگه هیچی، هی خواب میگن، اونم قیافه میگیره برای هر کس که جوابی میده. الامان ثم الامان، تعبیر خواب به این مفتکی نیست.